در مرکز نظارتی دالتی سنیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند با اشتراک کارمندان و سابقه‌داران ساحه چارهبینی تنتنوی بخشیده بر روز کسبی طبیبان برگزار گردید. فیروزه نورالله‌زاده معاون رئیس شهر خوجند به سهم کارمندان مرکز نظارتی دالتی سنیتری اپیدمیولوژی شهر نامه تبریکاتی رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده را رساند که در آن از جمله گفته می‌شود دولت و حکومت از روزهای اول استقلالیت جهت رشد بامرام و هدفمندانه سایه حفظ صحت عامه جهت بلندبرداشتن سطح و صفت خدمترسانی طبی جاری نمودن اصولهای معاصری طبابت توسعه شکلهای مختلف خدمترسانی و تبلیغ طرز حیات سالم شرایط مساعد فراهم میآورد مسلم است که فعالیت ثمرناک و هدفمندانه تشکیلات کارخانه ها از جمله مؤسسات طبی کشور بدون فراهم آوردن زمینه مساعد مادی و تکنیکی غیر امکان است حکومت مملکت در سیاست اجتماعی خود نوسازی ها را در سایه تندرستی سمت افضلیت ارزیابی نموده مبلغ گذاری را به این سایه حیات مهم سال از سال افزایش داده شرایط انفراستراکتوری سایه را به طلبات زمان مطابق گردانده ایستاده است مجنون عارفوف سردار مرکز نظارتی دولتی سنیتری اپیدمیولوژی ولایت سوخت کارمندان سایه را با عید کسبیشان تبریک و تهنیه نموده از جمله افزود که همساله از جانب پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان به طبیبان توجه خاصه ظاهر کرده می‌شود چند قبل با مقصد دستگیری طبیبان و همشیرهای شفقت با امر پرزیدنت مملکت از 1 می سال 2020 علاوه پولی به مزد مهنت کارمندان سایه طب در حجم 12.4 میلیون سومانی به امضا رسید همزمان با این برای به مواد غذایی تامین نمودن بیمارخانه ها زیاده از 11 میلیون سومانی جدا کرده سری وقت به مؤسسه طبی رسانده شد تخمین عثمان و سردار مرکز نظارت دولتی سنیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند اظهار داشت که ما موظفیم که برای بهتر نمودن سالمی شهروندان که ثروت و بایگری بیبه های دولت است از تمام امکانات و وسیله ها استفاده نموده با مسئولیت بلند و جدی فعالیتمان را ادامه بخشیم. سپس در وضعیت تنتنوی به یک قطار کارمندان مرکز نظارتی دولتی سنیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند و دیگر مقامات شهرداری که در روزهای دشواری پنجشنبه پاندمی کرونا ویروس به کسب خود صداقت نشان دادند سپاسنامه و تحفه های خاطروی تقدیم کرده شد.